بعضی از مشتری ها هستن که وقتی اصلاح سرشون رو انجام میدن در ماه چند بارم میان سراغ اصلاح ریششون. در این ویدیو میخوام به شما آموزش بدم که چگونه ریش رو کانکت کنید به بغل سر. ببینید همین قسمت. شاید برای شما هم چالش باشه که وقتی مشتری اصلاح کرده و فقط میخواد ریشش رو درست کنه و شما نمیدونید چجور بغل رو به بالا وصل کنید که موها کوتاه نشه و فقط قسمت شقیقه کانکت بشه به بغل مو. تو این ویدیو به شما کامل این موضوع رو آموزش میدم. ببینید ابتدا باید ببینیم که این بغل مو بلندیش چه مقداره، مثلا 3 میله، 4.5 میله یا 1.5 میله یا شاید هم حتی بلندتر. خب این موی ما 4.5 میلیمتر بغل سرش، پس من میام از شماره 3 میل استفاده میکنم و به شونه 3 میلم گارد باز ماشین میدم. ببینید 3 میل روی ماشینه، گارد رو باز میکنم و در قسمت شقیقه یه مقدار کارو سبک میکنم. به صورت مخروطی درش بیارید قسمت شقیقه رو، یه مقدار گردش کنید. به همین شکلی که میبینید با گوشه ماشین دارم قسمت شقیقه رو در میارم. حالا میام سراغ پایین شقیقه. گارد ماشین رو باز میکنم به همین شکل. ببینید چون ریشی که ما اصلاح کردیم با گارد باز بوده، یعنی ریشی که ما کوتاه کردیم گارد باز بوده، حالا گارد باز رو میخواییم وصلش کنیم به 4 میل. شونه 1.5 میاد روی ماشین اصلاحمون، گارد بسته. یه مقدار میریم بالا به همین شکل. حالا 0.5 درجه گارد میدیم به ماشین و حالا گارد رو تا آخر باز میکنیم به اضافه شونه 1.5 میل. به همین راحتی میبینید که کار وصل میشه. بعضی شقیقه ها هستن که تراکمشون بالاست، حالا باید مثلا با گارد باز و گوشه ماشین به این شکل تراکم رو درست کنید که رنگ کار درست در بیاد، یه جا پر نزنه یه جا کم رنگ. به همین شکل به همین راحتی شما قسمت شقیقه رو وصل کردین. دقت کنید اگر مو بلند بود شما میتونید این کار رو اصلا با آورکام کلیپر انجام بدید، یعنی شونه و ماشین انجام بدید، یا با قیچی انجام بدید، قیچی و شونه انجام بدید، بستگی به اندازه مو داره. حالا از ژل ریش استفاده میکنیم که کارمون با تیغ خیلی راحت بشه و پوست صورت هم اذیت نشه. من از ژل اصلاح استفاده میکنم، قبل تیغ استفاده میکنم، ژل قشنگ به پوست میمالم، یه مقدار زیاد میزنم ژلو که تیغم راحت حرکت کنه. دوستان عزیز توجه کنید، خیلی از مشتریای من در ماه چندین بار میان ریششون رو درست میکنن و شده ماهی یه دفعه اصلاح میکنن ولی 5 دفعه 6 دفعه ریششون رو پیش من درست میکنن. پس این اصلاح ریش رو جدی بگیرید، واقعا میتونه برای شما درآمدزایی خوبی داشته باشه. کنار گوش رو با تیغم درست میکنم، حالا با جلوی تیغ یا نوک تیغ به همین شکل ریش رو خط میگیرم، میرم زیر گردن. ببینید از مشتری بخواید سر رو ببره بالا، سر رو که ببره بالا بعد صاف هم باشه، کج و کوله وای نسته، سر صاف رو به بالا و شما میتونید به همین شکل خطگیریتون رو انجام بدید. خیلی دقت کنید به اطرافتون که همکاری یا کسی به شما نخوره وقتی دارید زیر گردن و تیغ میندازید. خیلی دقت کنید. حالا پوزیشن دست تیغ رو عوض میکنم، برعکس میگیرم. چرا؟ به خاطر اینکه خواب موها در زیر گردن رو به بالا بوده. به خوابمون توجه کنید و بعد پوزیشن دست تیغتون رو با در نظر گرفتن خوابمو انجام بدیم، چون باید موافق خوابمو حرکت کنه که پوست گردن اذیت نشه. اینم از خط زیر گردن.
حالا میتونیم یه مقدار دقتمون رو بیشتر کنیم و صاف و صوفش کنیم. دوستان اصلاح ریش رو جدی بگیرید. اصلاح ریشتون هر چقدر خوب باشه میتونید مشتری های خیلی بهتری جذب کنید، به این دلیل که آدمایی که ریش دارن براشون خیلی مهمه که ریششون درست در بیاد. من کلی مشتری دارم که اگر یک هفته دو هفته منتظر بمونن و نوبت نداشته باشن منتظر میمونن به خاطر اینکه ریششون رو فقط پیش من درست میکنن. میریم سراغ خط ریش بالا، به همین شکلی با نوک تیغ پوست و بعضی جا نیاز بکشیم بعضی جا نیاز نیست بکشیم. دقت کنید اینجا پوست رو یه مقدار کشیدم و گرفتم که این هلالمون درست بشه. حالا اینجا فقط پوست رو میگیرم چون نمیخوام هلال بیفته، میخوام از هلال مستقیم صاف بره پایین. به سیبیل میخوام گوشه بدم به همین شکلی که میبینید، به سیبیل گوشه میدم. دوستان خیلی با تیغ کار کنید که بتونید با نوک تیغ ته تیغ کار کنید، یعنی تمرین کنید، فقط نباشه با کل تیغ کار کنید. حتما لازمه برای ظریف‌کاری از نوک تیغ استفاده کنید. ببینید به این شکل تار به تار ریشا رو منظم صاف میکنم. وقتی که ریش رو خط میگیرید یه دوبار دست بکشید روش و دوباره خطش بگیرید، به خاطر اینکه این موهای زائدی که شما با تیغ میزنید میاد روی سطح خط قرار میگیره و شما فکر میکنید خطتون صافه و یه دستی که میکشید میبینید که یه مقدار بالا پایین داره و بعد دوباره خطگیری انجام میدید. اینم از خط ریش ما. دوباره یه دست دیگه کشیدم، یه نگاهی میکنم ببینم کجا کم و زیاد داره و تصحیحش میکنم. این از خط ریشمون. میام در قسمت شقیقه، یه مقدار نیاز داره که بیشتر روش کار بشه. اینم از خط ریش ما. امیدوارم که این ویدیو دوست داشته باشید و استفاده لازم رو برده باشید. لطفا اگر هنوز مشترک چنل یوتیوب ما نشدید چنل رو سابسکرایب کنید، زنگولم فعال کنید که ویدیو جدید گذاشتیم شما اولین نفری باشید که این ویدیو رو تماشا میکنید. دوستان عزیز لازم به ذکر این که به شما بگم وقتی یه آموزشی میبینید حتما باید بارها و بارها تمرین کنید. اینجور نباشه که یه بار انجام دادی و نتونستی و ناامید بشی. نه، بارها باید تمرین کنی و قطعا اوایل ممکنه اون چیزی که میخوای در نیاد، ولی قطعا چندین بار که تمرین کنی از دفعه اول قوی تر رفتی جلو. خیلی مخلصیم، امیدوارم که این توضیحات من به دردتون خورده باشه. تا درود دیگر، بدرود.